و عصر شما بخیر خوب هستین عزیزان آماده هستین برای ملاقات با خدا منم همینطور چقدر زیباست در حضور خداوند رفتن در حضورش موندن لذت بردن واقعا جایی دیگه وجود نداره که بتونیم واقعا لذت‌های بسیار زیادی دریافت در کنیم در حضور خودمان بلکه اونجا هیچ ظلمتی نیست هیچ دروغی نیست هیچ تظاهری نیست بلکه همه چیز راستی هست و همینطور که خارمون لادن گفت موضوع سال 2015 شناخت خداست و میخوام در این قسمت ادامه بدم و در موردش هم فکر کنیم مهم اینه که این کلام فقط کلامی نباشه که بف... تقریبا بگیم که من فهمیدم الان چیزایی بلکه کلام باید ما رو طوری تشویق کنه که دنبال یعنی متوجه بشیم یه گنجی هست یه خدا با من صحبت کرده میخواد ما رو به یه جایی هدایت کنه و به این خاطر من باید پس قدمایی وردارم من باید پاسخگو باشم برای کلام خدا موافق هستین کلام خدا میگه که به دریافت خواهی کرد به تو داده خواهد شد یا جستجو کن پیدا خواهی کرد و بکوب و باز خواهد شد این پرینسیپ روش خداست یا خدا به زور نمیخواد یه چیزی به تو بده و نمیتونه بده چون خدا محبت و تو محبت در صرفت محبت عدالته یعنی خدا هیچ موقع فشار روی تو نمیاره خدا دوست داره اون خدای خالق ما عزیزان دوست داره خودش رو به ما آشکار کنه که ما او رو بشناسیم به این خاطر خیلی رساله هایی نوشته شدن فقط زمانی که یه چیزی یه کلامی از دهن خود عیسی مسیح گفته میشه و همینطور میخوام این دعایی که عیسی مسیح کرد در یوحنا باب 17 آیه 3 حیات جاودانی این هست که تو رو خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح رو که فرستادی بشناسند این عیسی مسیح خودش گفته دعا میکرد گفته پدر جان این هست حیات جاودانی که تو رو بشناسند و همین تو من رو منو بشناسند و هر کسی عیسی مسیح رو میشناسه و با او بیشتر ملاقات صمیمی داشته و از به وسیله عیسی مسیح ما میتونیم با پدر واقعی واحد آشنا بشیم هر چقدر ما دنبالش بریم عیسی مسیح رو بشناسیم همینقدر شروع میکنیم به آشنا شدن با خدا به این خاطر پس اگه عیسی مسیح این یه این چیز رو اشاره کرد پس پس ما هم باید بگیم که اوکی خداوند من نجات پیدا کردم و با فیض تو به هر حال گناه های ما گناه های من آمرزیده شده، حیات جاودانی دارم و همینطور تولد تازه رو دارم و الان میتونم خدا رو پدر صدا کنم این همه چیزهای حقیقت هایی هستن فقط الان خدا میخواد بگه این همه چیزها رو به تو بخشیدم که امکان داشته باشی با من آشنا بشی راضی نباش از این چیزی که تو الان داری بلکه بطلب که به تو بیشتر از خودم نشون بدم و امروز میخوایم در این قسمت یکم در موردش فکر کنیم و آرزو من اینه که در شما این شوله رو روشن کنم که بدونین بگین که خدا من, من میدونم چیزهای بیشتری چیزهای بزرگتری هم هست که تو میخوای به من ببخشی میخوام شما رو کنجکاف کنم راضی نباشین از اینکه که به دست آوردین بلکه دنبالش برین یه گنجی هست که منتظرش ماست و امروز هم میخوام حداقل با زبان ضعیف من هر چقدر ضعیف هست خدا من میدونم که روح القدس به شما این مکاشفه رو خواهی داد خواهد داد زمانی که شما دنبالش بریم من همه چی رو نمیتونم برای شما روشن کنم منم خودم در این حال جستجو هستم مطالعه, مطالعه میکنم و همینطور برای در این قسمت سعی میکنم بیشتر با در کلام بمونم که بتونم با او آشنا بشم همینطور که در اول یوحنا اینجا گفته و ما میدانیم که پسر خدا آمده و به ما فهم آن داده است که خدای حقیقی را بشناسیم زمانی که این شناخت رو یک بار توی فکرتون قرار گرفت اصلا کتاب مقدس هم که میخونین عهد عتیق هم میخونی عهد جدید رو میخونیم خواهید دید که چقدر این شناخت دوباره مثل یک نوری از کتاب مقدس شروع میکنه به درخشیدن قبل از این میخوندیم من فکر می‌کنم همینطور در یوحنا باب 17 سه رو خونده باشین اصلا دقت کردین اصلا حیات جاودانی یعنی شناخت خداست بعضی وقت همینطور میخونیم و دنبالش نیستیم مکاشفه نشده و زمانی که مکاشفه میشه اون موقع دیگه می‌بینیم که همه چیز روشن میشه من یادم هست 20 سال پیش بود نه سی سال پیش بود می‌خواستیم بریم یا سال پیش بود میخواستیم بریم ایران و اون موقع هم تو ایران ماشین های پژو بیشتر می خریدن پژو 500 و نمیدونم خورده ای بود 502 بود یا 5 بود یادم نیست به من اصلا پژویی نیستم فقط زمانی که پدرم گفته که و همینطورم هم شوهر خواهرم گفته که با ماشین بریم اونجا حداقل بتونیم ماشین رو بفروشیم برای خرجمون بهتر میشه منم گفتم باشه فقط از اون موقع کمپانی پژو به ما یعنی هیچ چیزی نمی فروخت بلکه ما باید می رفتیم توی خیابونا پیداش می کردیم و از اون زمان زمانی که توی فکر من پژو 504 آمد اصلا دیدم تو خیابون اونقدر پژوها هستن فقط قبل از این دقت نکرده بودم چون اصلا پژویی نبودم بلکه بیشتر به انویی بودم و نه بودم پس زمانی که این پژو تو فکرم آمد دیدم که اونقدر چیزای ماشین های پژو تو خیابون هستند الان همینطور زمانی که ما ما آشنا بشیم به این کلام شناخت خدا یهو خواهید دید که کتاب مقدس با طوری دیگه خواهی خوند چون این برای شما الان باز شده و امید من اینه که بتونم با این زبان ضعیفم بتونم به شما اینو برسونم فقط اطمینان به روح القدس دارم که اوز که به شما این مکاشفه رو خواهد داد و همین سرود آخرم هم نه دو تا سرود هایی که ما خوندیم در مورد این آمدن عیسی مسیح، عیسی مسیح به زودی خواهد آمد و همینطور باران آخرم هم که خوندیم این باران آخر همین روح که خداوند در زمان آخر قبل از آمدن خواهد ریخت ما میدونیم که در زمان آخر زندگی میکنیم و اینم تقریبا یک یک ماه پیش که خوندم این کلام در دانیال باب 11 است که در زمان برای زمان آخر گفته شده و اینجا که گفته که آنانی که به ضد بح شرارت میوزند با مکشا گمرا خواهند کرد. اما آنانی که خدای خودشون را میشناسند قوی شده کارهای عظیم خواهند کرد. و حکیمان، قوم بسیار را تعلیم خواهند داد یعنی اینجا در مورد صحبت میکنه که در یک زمانی خواهد آمد و توی عهد جدید هم نوشته شده که زمانهای خیلی وحشتناک خواهند بود اونقدر بی انصافی اونقدر شیطان اونقدر دیوها نیروهای تاریکی این دنیا رو فرو خواهند گرفت که حتی برگزیدگان را گمراه کنن ما برگزیده هستیم یا فرزندان خدا هستیم و کار شیطان اینه که اونقدر هیلگری بیاره اونقدر دروغهایی بیاره و همون روح ضد مسیح روح ضد مسیح یعنی یه کسی نیست که الان بیاد با مسیح می جنگه یه کسی هست که جای مسیح رو میخواد بگیره و ما رو گمراه کنه گوش میکنین یادتون از توی کتاب انجیل یوحنا نوشته و عیسی مسیح از ابتدا کلمه بود کلمه نزد خدا بود کلمه خدا, خدا بود کلمه جس پوشید انسان شد بیان مظاهر شد پر از جلال و فیض و جلال و بعد از این میگه او در خاصان خودش آمد خاصان او رو نشناختن بگی نشناختن نشناختن چون دنبال این حقیقت نبودن دنبال این کلام یعنی این کلام برایش باز نشده بود که عیسی مسیح عنوان پادشاه نخواهد آمد بلکه عنوان یک بره خواهد آمد که نه که قربانی قربانی برای گناههایمان بشه و زمانی که عیسی مسیح وارد اورشلیم شد گفته ای اورشلیم ای اورشلیم اگه میدونستیم برای چه چیزایی شما خوانده شدین تقریبا با, با حرفای من میگم چقدر یک مرغی که جوجه رو جمع میکنه من میخواستم شما رو جمع کنم فقط نخواستین چون منو نشناختین به این خاطر عیسی مسیح رو مصلوب کردن و این امکان میتونه با ما بیاد یعنی در زندگی ما اتفاق بیفته زمانی که ما مسیر رو نمیشناسیم از اون اونقدر دروغ هایی در این دنیا خواهد آمد که بعضی وقتم هم نه فقط توی کلیسا مثلا هر جایی دیگه میبینم که چقدر کلیسای خداوند یواش یواش میلرزه افراد گمراه میشن به فکر خودش توکل میکنن دوباره یک سرودی خوندیم با تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و با عقل خودت تکیه نکو خیلی ها هستن که شروع میکنن به حال چیزایی میشنون چیزایی در رویا میبینن چیزایی هستن که فرقه هایی هستن که گمراه میکنن ما را از این مسیر بیرون میارن و چون خدا رو نمیشناسیم چون شناختی از او نداریم به این خاطر خیلی آسونتر دیگه شیطان میتونه ما رو گول بزنه به این خاطر خواست خدا اینه که ما او رو بشناسیم و آنانی که خدا رو خدای خودشون رو میشناسن قوی شده کارهای عظیم خواهند کرد دوست دارین کارهای عظیم بکنین در این زمان آخر قهرمان های مسیح عیسی مسیح خدا هستیم عزیزان آمین اگه باور کنین هستین اگه باور نکنین موشه موش خواهیم موند ما یک پادشاهی داریم که اسم شیر یهوداست یا او قبل از اولین باری که آمده مثل بره آمده این دفعه الان شیری هست که روی تخت نشسته و حکومت میکنه تمام قدرت و قوت در آسمون در زمین زیر پاهای اوست و ما پسران و دختران او هستیم آمین این ذهن باید در ما به وجود بیاد با این ذهنی هست که حال ما میتونیم با این خدا آشنا بشیم خیلی جالبه امیدوار هستم برای کتاب مقدس به اندازه کافی خونده باشین زندگی پالوس پولوس رو دیدین نه تق... تقریبا تمام بیشتر از این رساله هایی که نوشته شده پولوس نوشته دوست دارین همینطور این مقام پولوس رو داشته باشین آمیم. یا yeah. که به هر حال کارهای عظیمی کرد و همینطور معجزه ها هم میکرد و کلیسا رو بنا کرد تمام الان کلیساهایی که در آسیا و در اروپا به وجود آمدن به وسیله کی بود پولس بود یا مرد خدا بود من زمانی که تازه ایمان آورده بودم افتخار میکردم مثلا یک روز من مثل پولوس باشم در این راه هستم <laughs> و تو هم هستی اگر بتلبی یا سو الان خیلی جالبه زمانی که نگاه میکنیم به شاگردای عیسی مسیح و الان مخصوصا به پولس که بعد از عیسی مسیح یعنی خود پولس هم جالبش این بود که شاگرد عیسی مسیح نبود شاگرده که زمانی که عیسی مسیح بود حتی پولس بود که کلیسای خدا رو توی جفا انداخته بود و الان خیلی جالبه که الان همون پولس که اینقدر رساله ها رو نوشته در فیلیپیان باب سه آیه هفت تا هشت نست اینجا میتونی بخونی و همینطور ده از آیه هفت الان برحال پولوس میتونست پرونده های دیپلوم های محصیات خودش رو روی دیوار رو اونجا آویزون کنه اونقدر زیاد مدارک داشت اونقدر زیاد خدا به وسیله او کارهای بزرگی کرده میتونیم افتخار کنیم یا الان به حال خودش میتونست بگه من فخر میکنم ببین من این کارا رو کردم من این کارا رو کردم من این کارا رو کردم میتونست به حال تمام تاب خونه خودش رو پر از تابلو بکنه الان خیلی جالب الان بیایم ببینیم که دنبال چی بود پولس اینقدر کلیساها رو بنا کرده خادمی گذاشته رهبران گذاشته اسقف‌ها گذاشته شاگردا داشته نج اما آنچه مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم. بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح ایسا زیان میدانم که به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضلش مردم تا مسیح را دریابم. و در وی یاف شوم نه با عدالت خود که از شریعت است بلکه با آن که به وسیله ایمان مسیح می شود یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنج های وی را بشناسم و با موت وی مشابه شوم مگر به هر وجه به قیامت از مردگان برسم نه این که تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم ولی در پی آن میکوشم بلکه شاید آن را به دست آورم که برای آن مسیح نیز مرا به دست آورد مرسی میگه که هر چیزایی که من به دست آوردم هر پرونده ای هر مدالی معمولا در این زمان این زمان ما مدال هم همینطور میگیریم پرونده های میگیریم جازه های میگیریم میگی که هر چیزی که من الان کردم هر چقدر موفقم بودم هر چقدر کلیسایی بنا شده هر چقدر افراد نجات پیدا کردم به وسیله من کلیسایی ساخته شده همه چیزی که الان هست همه چی رو خار میشمارم زیان میشمارم فقط به خاطر اینکه خدا رو بشناسم و در او یافت بشم خیلی جالبه الان من فکر میکنم میگم مگه پولس در او نبود پس یه چیزی هست یه سری یه رازی هست که پولسی مکاشفه رو گرفته که من میتونم واقعا یک مرد خدا چیز بشم اه، اه، معروف بشم فقط همه چیز مقابل شناخت خدا هیچ چیست مثل اینکه شناخت خدا یه چیز عظیمتر هست که اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم یعنی ما در مورد خدا صحبت میکنیم شناخت خدا خدایی که ما و تو رو خلق کرده پس ما وارد ای اصلا کلا یه بودی دیگه ای میشیم که تو این بود سوم همه چی آشخاله تو بود چهارم اصلا کلا یه چیزی دیگه است. به این خاطر اینجا میگه که من میخوام با او رو بشناسم قوت قیامت او و همینطورم شراکت در رنجهای او که ما با موت او مشابه گردم او رو بشناسم این قدرت قیامت او رو میخوام بشناسم و همینطور در رنج های او یک بشم معمولا ما دوست نداریم در مورد رنجی که ما صحبت میکنیم مثلا رنج اصلا کلا یک یک لغتی نیست که ما به حال دنبالش باشیم مخصوصا هم که ما از یه جامعه ای آمدیم از یه دنیای گنالود آمدیم که پر از درد و رنج و زحمت بوش الان با آمدیم به, به پیش خداوند الان میگیم که بابم دیگه کافیه دیگه رنج و درد و فشار و جنگ و حوصله اصلا این چیزها رو اصلا ندارم دیگه فقط در آغوش بابا فقط از صبح تا شب فقط نوازش 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 درسته اولین سال دو سه چهار سال اینطوری هم هست خدا هیچ موقعی باری رو توش تو نمیذاری مکاشفه رو به تو اول نمیگی که الان باید رنج بکشی و این رنج ربطی به رنجی نیست که ما در این دنیا کشیدیم رنج این دنیا این بود که به خاطر گناه های ماست به خاطر کارهای شیطانه به خاطر دیوها نیروهای تاریکی به وسیله گناه های ما که ما توش قرار گرفتیم ما رو میرنجوندن لعنت هایی که درونش ما زندگی میکردیم این رنج هایی بود که نفس ما رو زخمی کرده افرادی که میان توی کلیسا تازه ایمان میارن نجات پیدا میکنن تازه روی قدس شروع میکنه به کار کردن شفا دادن آزاد کردن از این رنج های نفسمون که به خاطر گناه به وجود آمده به خاطر زخمایی که ما در زندگی دیگران به وجود آوردیم و هم دیگران در زندگی ما به وجود آوردن یک برادری بود روز چهارشنبه یه شهادت خیلی عالی بود میداد اسمشون نمیخوام بگم خودش میتونه بگه فقط خیلی جالب بود که گفته که زمانی که آم آمده بودم آلمان واقعا حالش هم خیلی بد بود و همینطور گفته که تو ایران واقعا اونقدر خیانت اونقدر کلا برداری هست و یه کسی بود که خیلی خیانت بزرگی کرده بود فقط فقط متنفر فقط فقط معلونش میکردم لعنتش میکردم لعنتش میکردم خب ما زمانی که ما حقیقت رو نمیشناسیم نمیدونیم زمانی که م... کسی رو لعنت میکنی همون لعنت روی زندگی تو میاد حقیقت نمیشناسیم و توی لعنت زندگی میکنیم و گفته که فقط رنج میکشیدم همینطورم هم به حال اه... کارهایی که میکرد فقط بدی او رو میخواست بعد از این آمد آلمان و همینطور آمد تو کلیسا از بخشش شنید و متوجه شد که اینطور لعنت کردم ما رو به یه جایی نمیرسه فقط گفته که تنها بودم و همینطور دعا کردم گفتم که من تصمیم میگیرم اون شخصی که به من ظلم کرده ببخشم و گفت تصمیم گرفتم بخشیدم من نه فقط بخشیدم بلکه زنگ زدم به ایران زنگ زده بعد از این که بتونه با او صحبت کنه برای این شخص هم شنیده بود که این شخص تو بیمارستان یا فکر میکنم بیمارستان یا یعنی مریضی خیلی شدیدی گرفته اونم تعجب کرد گفته تو من به تو بدی کردم تو الان من زنگ میزنی گفته منو ببخش گفته من تو رو بخشیدم زمانی که کسی کسانی لعنت میکنیم که به ما بدی کردن عزیزان ما خودمون به خودمون ظلم میکنیم فقط به خاطر اینکه راهی دیگه نداریم شف... جای شفایی نیست کسی نیست که واقعا نفس ما رو شفا بده به این خاطر به این خاطر این به این خاطر این نفسمون پر از زخمه میشه و با این حال میایم کلیسا خیلی جالبش بود که بعد از این گفته که این شخص گفته که من رفتم توی خواب توی خواب همینطور اینطوری که یادم هست رفتم و اونجا یه مرد سیاهی آمده اینجا و به من چیز کرد تقریبا مثل حمله کرد چرا او رو بخشیدی تو اجازه نداشتی او رو ببخشی این کل خود شیطان بود و گفته نه چرا من بخشیدم او رو بعد از برال شروع کرد و دنبالش رفت دنبالش رفت که او رو براد بکشه و خودش فرار کرد توی یک اتاق درشو بست و همینطور فقط شروع کرد به داد زدن ای خدا کمکم کن خدا کمکم کن و بعد از این صدای خدا آمد گفته که برو بیرون اینجا از این اتاق گفته نه میترسم می همینطور شروع کرد به لغزیدم بعد از این خدا دوباره گفت بعد از این تصمیم گرفت رفت در باز کرد رفت یهو نورانی شد همه جا. خیلی جالبه نه شیطان اونجا میست و میگه که چرا بخشی تو اجازه نداشتی ببخشی چرا چون زمانی که تو کسی رو نیبی بخشی زیر تسلط او هنوز زندگی میکنی خودش هم گفت بعد از این اینکه بخشیدم با این مردم صحبت کردم بلا فاصله فکرای آمدن گفته اشتباه کردی چرا خودت رو فروتن کردی چقدر خودت رو کوچیک کردی نباید سی میبخشیدی؟ این فکرای دنیا دایما دور ما میچرخن و رو نابود میکنن و کسی که با حقیقت آشنا نیست واقعا در ظلمت زندگی می کند با این حال وارد کلیسا میشیم و اونجاست که خدا باید شروع کنه روان درمانی کنه بنا کنه آماده کنه شفا بده یا در دست در آغوشش اونجاست که باید یواش یواش بتونیم آشنا بشیم به محبت خدا فقط بعد از یک مدت که این چیزا رو دریافت کردیم اون موقع خدا دوست داره با این حقیقت آشنا بشیم که الان زمانش هست که شروع کنی نزدیکتر به من بشی من میخوام چهره خودم رو به تو نمایان سازم من میخوام تو منو بشناسی و زندگی خودت الان برحال توی دنیا تو الان کلیسا رفتن آمدن فقط یه قسمت کلام خونه نکساری بلکه جدی دنبال این باشی برای این خخ شده خیلی ها هستن که میگن که من خدا رو میشناسم عزیزان کسی که روح القدس رو نداره نمیتونه خدا رو بشناسه باور میکنین؟ در اول قرنتیان هم اینجا نوشته باب دو میگه که فقط روح, فقط روح میتونه روحی که در ماست میتونه از ما شهادت بده هیچ کسی خدا رو نیمیشنا... کسی خدا رو نمیشناسه فقط این روح القدس روح خدا که خودش خداست با روح تو یک شده این روح القدس این خدا با روح تو بیشتر و بیشتر این مکاشفه رو در روح به تو خواهد داد و اون موقع میتونیم با عیسی مسیح با پدر آسمونی آشنا بشیم در من یک ماه پیش بود در موردشم صحبت کردم حتی میتونی تپش قلب عیسی مسیح رو دریافت کنی یه حس کنی روح القدسه که به تو شروع میکنه این محبت ها رو چیز آشکار کنه میگه که زمانی که تو سختی ها تو فشارها هستیم، هستی می میگه که ما ناامید نمیشیم در رومیان باب پنج نوشته چون, چون محبت خدا به وصلی روح القدس در قلبای ما ریخته شده است و این محبت خداست به وسیله روح خدا در ما که میتونه ما رو خدا رو بش بشناسونه این یه قسمتی هست که اه گفتم کسی که روح القدس رو نداره هیچ موقع نمیتونه با خدا آشنا بشه ما میتونیم در مورد کارهای خدا صحبت کنیم ما میتونیم بگیم که خدا چه کارهایی کرده چه عظیمی کرده فقط نمیشناسیم او رو و هم میتونم کسانی هم که به حال میگن که من خدا رو میشناسم به حال کلام خدا اینجا میگه در تیتوس میگه که کسانی میگه میشناسن اما به, کارهایش با کارهای خودشون او رو انکار میکنن نفسانی عمل میکنن و همینطور رفتار نشون میده چقدر تو او رو شناختی باور میکنین؟ رفتار یک شخص چطور زندگی میکنه رفتار میکنه نشون میدی که چقدر خدا رو شناختی نه چقدر از خدا اطلاعی داری بلکه چقدر میشناسی و اینجا یک در رساله اول یوحنا دو چهار اینجا میگه آنکه که میگوید او رو میشناسد اما از احکامش اطاعت نمی کند دروغگوست و راستی در او جای... جایی ندارد دوباره آن که می گوید من خدا رو می شناسم اما از احکامش اطاعت نمی کند دروغگو است. مواظب باشین که زمانی که صحبت می کنین که من خدا رو می شناسم میگه که احکامش منظور نیست شریعت رو احکامش رو نگه نمی داره اطاعت نمیکنه کنه پس دروگو هست و راستی درونش در نیست اما آن،, آن, که از کلام او اطاعت می کند گوش کنین محبت محبت به محبت به خدا به راستی اهم دیارم. اما آن که از کلام او اطاعت می کند محبت به خدا به راستی در او به کمال رسیده هست آمین خدا محبت هست زمانی که ما کلام او را اطاعت میکنیم یا این محبت خداست بیشتر و بیشتر در ما شکل میگیره کم تکمیل میشه یا و اینجا میدانیم که در او هستیم آن که میگوید در او میماند باید همون گونه که رفتار کند که عیسی مسیح رفتار کرده پس غیر ممکنه یک کسی که میگه که من خدا رو میشناسم و با اعمالش با رفتارش کلا برعکس یعنی بی محبتی کنه بی صبرانه با افراد رفتار کنه خشم باشه این پس این شخص هنوز خدا رو نمیشناسه متوجه میشین در مورد چی صحبت میکنم شناخت مساوی که رفتار اخلاق هر که احکام من رو دارد و آن را حفظ می کند آن است که من رو محبت می نماید و آن که من رو محبت می نماید پدر من او رو محبت خواهد نمود و من او رو محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت پس الان سوال می کنم عزیزان شما اگه می خواهیم با خدا آشنا بشین پس قدم اول چیه؟ اجازه دارین صحبت کنین اجازه دارین الان اگر میخواین به شناخت خدا برسین اگر دوست دارین که خود خدا خود عیسی مسیح خودش رو به تو ظاهر کنه معرفی کنه بیشتر قدم اول چیه؟ احکام او رو نگه دارم میتونی با هم بگیم احکام او رو نگه دارم یا؟ اول باید بشنوم یا بخونیم به امروز شنیدیم به این خاطر کلام خدا رو شنیدن یعنی احکام خدا رو باید نگه داریم چیزی که خداوند برای توی کتاب مقدس نوشته نه شریعت رو انجام بدیم بلکه احتیاج نیست بلکه روح خدا در ما همه چی رو انجام میده همون که که نسین الان این قسمت رو خونده پولس میگه که این من عادل شمرده شدم نه این تمام کارها به وسیله برال ایمان این کار رو انجام دادم به وسیله ایمان نجات پیدا کردم یا و عادل شمرده شدم نه اینجا در مورد زمانی که در مورد احکام صحبت میکنه در مورد چیزایی که عیسی مسیح خودش توی کتاب مقدس نوشته اینو نگه داشتن، همینطور مثال میگم الان بخشش برادر خواهر را اعتماد داشتن، اطاعت کردن از کلام خود، اطاعت کردن از خادمین که اونجا خداوند گذاشته موتی شدن، همینطور هم پذیرفتن برادر خواهرات را ترت نکنین، لعنت نکنین و ترت نکنین افرادی که هستن بلکه قبولش کنین، همینطور که عیسی مسیح ایشان را قبول کرده، ما یک بدن هستیم و... اعضای یک بدن هستیم در یک تمید ما تمید گرفتیم یا در یک بدن حتی کلام خدا میگه تمید گرفتیم زمانی که تو تمید گرفتی وارد بدن مسیح شدی که کلیساست اینجاست که باید الان اتحاد رو نگه داریم پس این اتحادی اتحاد نگه داشتن یه احکامی هست اگر من زدش عمل کنم نمیتونم پس به شناخت خدا برسم موافق هستین چیزای خیلی آسونه الان چیزای خیلی روحانی نیست یا پس زندگی ما شناخت مسیح یه چیزی استاتیش نیست استاتیش میشه چی؟ استاتیک است... استاتیک نیست استاتیک استاتیش استاتیش میشه میگه ثابت ساکن ساکن نیست یا و ایس ایس ایسا ایستا یعنی یه جوری اوکی okay. زندگی کردن با عیسی ایستا نیست ثابت نیست بلکه زندگی کردن روزمره راه رفتن روزمره با عیسی مسیح آمین و اینجاست که شروع میکنیم به زندگی کردن آشنا شدن در همه قسمت های زندگیمون زمانی که میخوایم آشنا، بیشتر آشنا بشیم پس باید کلام او رو جدی بگیریم باید نه اراده خودمون با با فکرای خودمون جلو بریم ببینیم که خاص خدا چیه یادتون هست این سرودی که ما خوندیم با تمام به تمامی دل خود به خداوند توکل نکن به عقل خود تکیه نکن و جالبش اینه ادامش چیه در همه راه های خود او رو بشناس اینطوری خونده بودین این قسمت رو او رو بشناس در همه راه هایی که تو میری در همه قسمت هایی که تو قرار گرفتی تو فشار افتادی تو درد افتادی تو یک آتش افتادی او رو بشناس و او تغییرهایت را راست خواهد طریقهایت را گفتم دیگه طریقهایت را راست خواهد گردانید درسته زو اینجا پس خدا پیشنهاد میکنه میگه که زو در هم با فکر خود با عقل خود تکیه نکن هر جایی که تو الان قرار گرفتی توکل به من کن که من با تو هستم و تو رو یاد میدم تو رو آزاد میکنم خدا بعضی وقت اجازه میده توی راههایی بری که تو اونجا تبدیل بشی یعنی تمام غرور تمام رفتار انسانیت کهنه شکست بخوره که خالصانه اون حیات مسیح در تو رشد کنه به این خاطر میگه که در همه در همه راهها او رو بشناس یعنی زمانی که تو تو قرار گرفتی تو راهی که الان میری مطمئن باش خواهد آمد مهم اینه که بگی که خداوند الان کلام تو اینو میگه در همه راهها باید تو رو بشناسم الان در این جایی که من قرار گرفتم بیا خودت رو نمایان ساز معمولا ما چی میکنیم؟ غور میزنیم، شکایت میکنیم و بعضی وقتا با خدا هم دعوا میکنیم چه خدایی هستی، چه این هستی، چه, این هستی؟, چه این هستی چون او رو نمیشناسیم اینطوری شروع میکنیم به صحبت کردن آخرش هم به هر آرامش ما از دست میدیم شادی رو از دست میدیم درسته این تجربه رو کردین یا نه کسی کرده دستشو بلند کنه من هم هستم توش نترسین هیچ کس اینجا قهرمان نیست هنوز نه در همه راهها منو بشناس این روش فکر کردن ما باید عوض بشه بپرس خدا چرا الان منو در اینجا آوردی چی باید یاد بگیرم هرچقدر فشارها زیاد باشن قدرت خدا زیادتر خواهد شد هرچقدر آتش تو عبور میکنه زیادتره حضور خدا حضور رول قدس تسلیه های او زیادتر خواهند شد هر چقدر دعا کنی خدا ون تمام مشکلات رو از من ورداری هیچ چیزی نداشته باشم پس خدا میگه که پس احتیاج به دیگه بند نداری هیچ چیزی نمیتونم اونجا به تو ببخشم یا نشون بدم. پس به این خاطر این آیه که نوشته به تمام دل خود بر خداوند توکل نما بر عقل خود تکیه مکن. میدونین یک واقعا یک روشی هست که باید یاد بگیریم زمانی که الان ما در مورد شناخت خدا صحبت میکنیم بعضی‌ها هستن که مثلا برای یک مورد شروع میکنن به دعا کردن، هی دعا می‌کنن، هی دعا می‌کنن، هی دعا می‌کنن، هیچ چیزی هم اتفاق ول کن. Well, بگو مرسی خدا من حالا نمی‌دونم چرا جواب نمیدی؟ کسی‌ها هستن دنبال پاس هستن، هی hey, منتظر هستن، یه کسی میاد بعد از 6 ماه پاسو میگیره، بچ میره چرا او، چرا من نه؟ خونه کار خیلی چیزایی هستن الان هم بگیم پاس هم همه گرفتین الان ما که همه چی رو داریم پاس آلمانی هم داریم دای من خدا ما رو در راههایی قرار میگیره که خودش اونجا نمایان کنه متوجه هستین ذهنمون عوض بشه زندگیمون عوض میشه این خدا تو رو ول نکرده بی برو الان ببینیم از تو چه ساختی میشه خیلی جالب عیسی مسیح دوازده تا شاگرد رو دایه من با خودش می نه گفته برین اونجا هفته یک بار میایم پیش من یک جلسه عبادتی میذاریم موعظه میکنم بعد از این دایه من با با این دوازده تا شاگرد راه میرفت نشانه اینه که من میخوام با تو دوازده من میخوام با تو 24 ساعت راه برم در همه قسمت ها روی من میتونی حساب کنی و بعضی وقت طولانی میشه اب نداره من هستم زمانی که تو رو میذارم میگم که این قایقم هست برو الان برو من پشت تو هستم من هستم که آخر تو این طوفان میستم میگم که خاموش و اونجای پولس مگو پولس گفتید گفته این دیگه کیه حتی طوفانم حتی باد همون هوا یا،, یا طبیعت از او اطاعت میکنه پس اگه این طبیعت اگه این طوفانا آمد پس شاگردان اصلا متوجه نیمی شدن که اون خدا تو قایه قرار گرفته آمین, آمین. خیلی راحت تر میتونیم زندگی کنیم اگه به, تو، به او اعتماد کنیم که همه چیزی رو دستای تو اوست و خودش میدونه چه کارهایی میکنه و توی تمام راه‌هایی که در مورد صحبت میکنه اونجا میتونیم محبت او رو دریافت کنیم آشنا بشیم ببخشید آشنا بشیم وفاداری او رو فیض خدا رو و چند بار بود که واقعا توی فشارهایی افتاده بودم واقعا ناامید شده بودم یه زمانی بود نسین برمه خونه یادت از خونه چیست یک مردی بود توی این, این, این آر آرگ جون منو خورد اینا برای منم نبود برای خونه نسلیم بود یک مرد اسمش چی بود ناگل بود نا؟ ناگل نشسته بود مثل این که چی بگم بودا واقعا بودا هیچ محبت و فیز نداشت حالا ما هم میگه قرار میخوام زیاد برم تو قراردادی نوشتم همه چی اوکی شده او میگه که نه نیست فقط نمیدونستم چه کاری کنم همینطور نشسته بودم گفتم برم رفتم دشجوی توی دشتجوی فقط گفتم ای یعنی من نمیتونم دیگه خدا کمک کن چه کار کنم الان واقعا نمیدونستم چه کار کنم با ناامیدی آمدم اونجا همینطور اینجا دوباره نشستم یهو رئیسش آمد گفته چی میکنی بابا بهش بده دیگه اونم شروع کرد بس کردن آخرش داد یعنی من همینطور میگن؟ آلمانی میگن وشلپم یعنی میشه میکن... آویزون همینطور از اونجا رفتم بیرون خدا میگه توی دشوهی <applause> صدات رو شنیدم تو <applause> رو با یه جایی رسیدم که مردی که اونجا هست واقعا مثل بودا نشسته اون شخص رو فرستادم که بگه که چی،, چی،, چی میکنه الان بهش بده دیگه جونمون از من از به میره فقط شناخت خدا رو پیدا میکنیم و جون میگیریم درسته و در همین قسمت هاست که ما میتونیم با خدا آشنا بشیم یک مزموری هست که یک فکر میکنم امسال بود نمیدونم نسین تو صحبت کردی امروزم قسمتی تو سرود خونی مزمور 46 آیه یک و دو خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فراوان یافت میشود چطور؟ بگین فراوان, فراوان. تو کتاب دیگه میگه که فورا تو آلمانیش نوشته فراوان تو اصلیش نوشته فراوان یعنی اونقدر عظیم میاد وارد میشه تو این تنگی ها که میتونی رویش حساب کنی پس نخواهم ترسید اگر چه جهان مبدل گردد و نسیم میخونه برای اینکه من نمیتونم درست بخونم دیگه خیلی سخته خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگیها ها فوراً می میشود پس نخواهیم ترسید اگرچه جهان مبدل گردد و کوها در قر دریا به لرزه شاید اگرچه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوها از سرکشی آن متلزز گردند نهری است که شوبهایش شهر خدا را فرهناک می سازد و مسکن قدس حضرت علا را خدا در وسط اوست پس جنبش نخواهد خورد خدا او را اعانت خواهد کرد در طلوع صبح امت ها نره زدن و مملکت متحرک گردیدند او آواز خود را داد پس جهان گداخته گردید یهوه سبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید که چه خرابی ها در جهان پیدا نمود او جنگ ها را تا اقصای جهان تسکین می دهد کمان را می شکند نیزه را قطع می کند و عرابه ها را با آتش می سوزاند بازیستید و بدانید که من خدا هستم در میان امت ها متعال و در جهان متعال خواهم شد یهوه سبایوت با ماست خدای یعقوب قلعه بلند ما آمین پس نخواهم ترسید خدا در وسط, وسط،, آه، وسط ماست پس جنبش نخواهیم خورد بازیستید و بدانید که من خدا هستم این تقریبا میتونم بگم یک مزموری هست که خدا میگه که در تمام زندگی خود در تمام راههایی که خودت هست این مزمور رو میتونی استفاده کنی خدا ملجا و قوت من است مددکاری که در در تنگی ها در فشار ها در هر جایی که من قرار گرفتم فراوان اونجا حاضر است که به من کمک کنه و جلال خودش رو به من نشون بده فقط نه اون که, که مشکلات تو حل بشه اون دوست داره مشکل های حل بشه او میخواد فقط خودش رو شخصیت خودش رو وفاداری خودش رو فیض خودش رو به تو نشون بده که با شخص او آشنا بشین ما باید به این نگاه کنیم نه مشکل من حل شد بلکه نگاه کنیم که به او که حل کرده آمین چرا شناخت او اونقدر مهمه برای ما هر چقدر من این چیزی که هست که من دریافت کردم و دیدم که چقدر زندگی من عوض شده چقدر میتونم بگم در همه ساعتهایمون حتی در شکستها حتی در تنگی ها هر چقدر ضعیفم هم حتی هستم دو هفته دی... سه هفته دیگه موعظه ادامه خواهم داد در مورد ضعف و در مورد درد که حتی تو این درد ها میتونیم با او آشنا بشیم فقط الان امروز نمیخوام در این قسمت بلکه چیزی که من یاد گرفتم اینه که هر چقدر من خدا رو میشناسم یا هر چقدر تو خدا رو شروع میکنی به شناختم اون موقع هست که بیشتر و محبتی که خدا نسبت به تو داره دریافت خواهی کرد توی شناخت خدا محبت خداست هر چقدر با او آشنا بشی مطمئنتر میشی با چه عشقی تو به عشقی تو به عشقی چه عشقی او تو رو دوست داره گوش میکنین همینطور که یوحنا شاگرد ایسا مسی که گفته که در مورد خودش صحبت میکنه و خودش رو معرفی میکنه که اون شاگردی که عیسی عاشقش بود این مکاشفه رو گرفته بود به این خاطر یوحنا بود که این مکاشفه رو نوشته چرا چون عیسی مسیح با عیسی مسیح آشنا بود با این عشق او آشنا بود میدونست خدا عاشق منه و این شناخته که زندگی تو رو دگرگون میکنه و زندگی ما رو دگرگون میکنه من از شما بپرسم که آیا واقعا ایمان داری که عیسی مسیح تو رو دوست داره فکر میکنم 90 درصد شما میگیم بله چرا نه میدونم دوستم داره بعد کسی که به اون شناخت رسیده و این محبت رو هیچ شکی نداره و میدونه من محبوب خدا هستم در همه زمان زندگی خودم هیچ موقع توی این میگم که با این رفتار با, با همینطورم با شخصیت خودش یا حتی تو مشکلاتی قرار میگیره هیچ موقع اینطوری عمل نمیکنه دست و پاشو گم کنه و همینطورم هم شروع کنه به شکایت کردن و همینطورم هم غور زدن هر چقدر متوجه بشی و بشیم منم اونجا توش هستم که با چه عشقی او تو رو دوست داره چقدر تو مهم هستی برای او چه گنجی تو هستی برای او اون موقع است که شخ، شخصیت تو عوض میشه رفتار تو عوض میشه پولوس بود همین پولس بود که در رومیان باب هشت که از آیه سی و هشت تا سی و نه زیرا یقین میدانیم که نه موت و نه حیات و نه, ه... نه فرشتگان و نه روس روسا روسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق مخلوق دیگه قدرت خواهد داشت که مرا از محبت خدا جدا سازد آیا واقعا تو میتونی اینو بگی؟ من مطمئن هستم هیچ کسی نمیتونه اون محبتی که در مسیح هست منو از این محبت جدا کنه یعنی این شناختی هست که زندگی تو رو دگرگون میکنه تو تمام فشارها تو تمام جاهایی که قرار گرفت تو قرار گرفتی و همینطور هم قرار خواهی گرفت در این زمان آخر که این دنیا دیگه همه چی به هم خواهد ریخت اونجا تو میتونی بیستی و میدونم این با این محبتی که خدا منو دوست داره هیچ کسی نمیتونه جدا کنه و همینطور اون موقع هست که تو قوی خواهی شد و اون موقع هست که ضد تمام دروغها ها خواهید ایستاد و میگویی که میدونم به کی ایمان آوردم به این خاطر عزیزان شناخت خدا مهم است زندگی عیوب رو نگاه میکنین دید عیوب در مورد خدا اشتباه بود زمانی که تو مشکل قرار گرفت اتف... چه اتفاقاتی که افتاد چیزا رو از دست داد و گفته که خدا داده خدا ورداشته دروغ فکرای دروغ خدا ورداشته این تصوری از خدا داشت به این خاطر خدا اجازه داد این دورانهای بکسانونه چه باب شروع کرد فقط شکایت کردن قور زدن نمیدونم من عادلم من همه چی رو من 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 آخر خدا آمد خودش رو نشون داد و اون موقع چه اشاره کرد گفته غلط کردم من از شنیدن از تو شنیده بودم از کلام خوندن از زمانی که رفتم توی کلیسا یا کنیزه الان چشمای من تو را دید به این خاطر توبه میکنم غلط میکنم دیگه حرف بزنم و اون موقع خدا دو برابر برکت ها رو داد بهش به این خاطر عزیزان خدا میخواد تو هم تو رو روز به روز به یه جایی برسونه که بگی که من موعظه رو شنیده بودم من کلام رو خونده بودم من این کار رو کرده بودم الان تو رو دیدم الان اتفاقی افتاده زندگی من دیگه هرگون شده الان قسمتی از تو آشنا شدم آمین به این خاطر شناخت چقدر مهمه و آرزو میکنم با این موعظه هایی که ما میکنیم برال در قلب تو این اشتیاق رو به،, به وجود بیاریم و در همه ما ما همه در این راه هستیم که دنبال شناخت بشی و الان هم میخواییم رو برداریم این خاطر خیلی مهمه که خودمون اول تفتیش کنیم فکرایی که اشتباهی از خدا داری تصویرایی از خدا داری غورهایی که زدی شکایت کردی یا همینطورم احکام خدا رو نگه نداشتی با این احکام خدا میگه که اگر نگه نمیداری پس دروغگو هستی و اصلا منو نمیشناسی هر چیزایی که از خودمون دور کنیم و خداوند امروز هم این, این, امکان رو به ما میبخشه که بیایم از این بدن او بخوریم از خون او بنوشیم و جالبش اینه که میگه که اگر زمانی که میگه که خون منو نخورین و بدن منو نخورین هیچ قسمتی در من ندارین در اینجاست که یک مکاشفه ای هست که همینطور در این اشایی که برمیداریم مسیر رو میخوریم با خون او ما رو تقدیس میکنیم پاک میکنیم و اونجاست که مسیح میخواد در ما هم رشد کنه الان چشمان رو ببندیم و سوال من اول اینه که آیا واقعا یا خدای سوال خدا آیا واقعا میخوای منو بشناسی اگه میخوای منو بشناسی آیا حاضر هستی احکام منو نگه داری سوال سوم اگه میخوای منو بشناسی میتونی و میخوایی بها رو پرداخت کنی میخوای من در همه راهاتو رو هدایت کنم اجازه میدی در زندگی تو دخالت کنم این سوالهایی است زیاد نیست فقط اینو با صداقت میتونیم جواب بدیم و زمانیم که میایم اشار اشا رو برداریم از بدن او بخوریم از خون او بنوشیم بتونیم بگیم خدا من میخوام الان قدرت از تو بگیرم که این راه رو با تو برم من میخوام همینطور که پولس گفته تو رو بشناسم قدرت قیامت تو رو بشناسم حتی شریک رنج و دردهای های تو بشم میخوام در همه قسمت ها با تو یک بشم ایمان دارم که تو این کار رو میتونی انجام بدی و میخوام بله بگم آمین بگم اگه هم گناه هم تو گناه زندگی میکردی اگه خرا خواهر برادرهایی بودن که تردش کردی ردش کردی که اونا عضو بدن مسیح هستن و خداست که ایشان رو قبول کرده و اونجا تو قلبت شاید کینه ای هست شاید تو قلبت رو محکوم کردی الان زمانی هست که توبه کنی بازگشت کنی میگه خدا من منو ببخش من قبول می این برادر خواهر الان رفتارش هر چقدر هم هست خدا من تو او رو انتخاب کردی من اجازه به خودم نمیدم او رو محکوم کنم تردش کنم میپذیرم و اگه من احتیاجم هست بری پیشش و میتونی صحبت کنی و توبه کنی اگه خدا هدایتت میکنه خودتو تفتیش کن و و میخوام بگم کسانی که اینجا هستن که هنوز ایمان نیاوردن و هنوز تمیدم نگرفتن طبق کلام خدا عزیزان ما مسئول هستیم که شما رو درست هدایت کنیم که نیا, نیا این شرکت کنیم برای اینکه این مراسم عشا خیلی مهمتر از تعمیده تعمید برای نشانه ای هست که قدمی است که ور می‌دارین که برای ایمان آوردن فقط این دیگه شرکت کردن در بدن مسیحه به این خاطر خواهش میکنم کسانی که هنوز تمید نگرفتن شرکت نکنین خدا دعای شما رو اونجا که هستین میشنوه دعا کنین همینطور در دعا باشین و ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم با این احترام با تشکر بیایم اینجا و مهمترین چیز فکر میکنم خدا میگه که اتحاد در روح رو نگه دارین شما بدن مسیح هستین در یک تمید در بدن من وارد شدین تشکر میکنیم پدر جان که یگان پسرت رو برای ما دادی که به وسیله او ما نجات پیدا کنیم آمرزش گناه و بعد از اینم خدا من تولد تازه که به وسیله رول القدس تو در ما انجام شد و مرسی پدر جان و مرسی روح که تو ما رو روز به روز هدایت میخوای بکنی که با اون خدای واحد و با پسرش آشنا بشیم از تو خدا من میخوایم همون عشایی که الان ور میداریم، همون رفتار همون ملاقاتی که عیسی تو با پدر داشتی به ما یاد بدی که ما هم یک روزم به مثل تو بگیم که من پدر منو میشناسه، و من پدر رو میشناسم به این خاطر جانم رو میدم خداوند ما هم بتونیم خداوند در این روش زندگی زندگی مسیح بتونیم زندگی کنیم تشکر میکنیم خداوند و این نون که سمبول بدن توست تو بلند میکنیم خداوند و تقدیس میکنیم در نام توی مسیح که زمانی که این بدن رو میخوریم خداوند بدن این نون رو می‌خوریم بدن تو بخوریم خداوند چون تو نان حیات هستی خداوند چلو تو بلند میکنیم و تقدیس کن خداوند همینطور که خداوند این پیاله عهد جدیدی هست خداوند که به ما بستی خداوند جلو تو بلند میکنیم عهد جدید عهد فیضی هست که با خون خودت با ما بستی که از ما وارسینی، وارثین ملکوت خدا بسازی تشکر میکنیم خداوند این پیاله رو خداوند مبارک بساز که قدرت دارین خون تو ما رو از همه خداوند گناهان آزاد کنه قدرت ببخشه که بتونیم تو رو پیروی کنیم تقدیس میکنیم در نام تو خداوند و دعای من امروز این روزم اینه که زمانی که میایم می... از این بدن تو میخوریم از خون تو مینوشیم تو خودت که اینجا حاضر هستی دست تو روی تک تک عزیزان تو فرزندان تو بذاری خودمان و این مکاشفه شناخت تو رو به دست بیارن و این یا اشتیاق اشتیاق شناخت تو در ایشان روشن کنی این دعای ما و تشکر میکنیم دعای ما رو شنیدی و انجام خواهی داد چون در نام تو عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین